به نام یاد خدا عرض سلام و ادب احترام دارم حضور صد شما عزیزان بیننده تلویزیون اینترنتی آشیانه. باز هم خوش آمدیم به یکی دیگر از برنامه های صحی ما. خوش هستم که امروز همچنان در خدمت شما قرار داریم. موضوعی که در این برنامه انتخاب کردیم زردی سیاه هست. مهمان گرامی جناب دکتر سید حسین امیری استاد دانشگاه با ما هستند. بسیار زیاد خوش آمدین جناب دکتر. سلام داشتین، سلام خاص و خدمت شما علم یارسید و همینطور خدمت همه بیننده های تلویزیونی آشان. امیدوار هستم که زنده و سرحال باشید. بخیر باشین جناب دکتر. به خاطر معلومات هرچی بیشتر به بیننده ها و شنونده های گرامی خوب است که اطلاعات در مورد زردی سیاه معلومات داشته باشیم که زردی سیاه چی است. زردی سیاه یا همو نام کتابیش اگر بخوایم در نظر بگیریم بهش هپاتیت بی میگن. خب زردی سیاه که البته بین مردم شما زیادتر عام است، یعنی بیشتر آشناست، پس به می خاطر زردی سیاه به میگن. اصلش هپاتیت بی است که جمله یک ویروس های جگر است که از جمله خانواده های به نام هپاتین یاد میشه و همینطور سیر یا مو مشکلاتی که نیکی دیگه بار میاره به صورت مزمن است، یعنی به صورت دوامدار است. اگر یک فردی دچار از این ویروس شود، یعنی به صورت دوامدار پیش از این فرد وجود داره، به صورت مزمن سیر میکنه. در ارتباط به راه های انتقال زردی سیاه میشه بیشتر معلومات بدیم به بینده ها و شما اگر. خب راه های انتقالش که برای ما و شما خیلی مهم است، از جمله همه افرادی که در شفاخانه ها کار میکنن، محصلین یا در کل میگم کسایی که بیشتر با خون سر کار دارن، یعنی بیشتر راه انتقالش از طریق خون است که بعد از او از طریق مادر به جنین هم میتونه انتقال میکنه. اگر یک فرد یک مادرش به اصطلاح دچار از این ویروس شده باشه، امکانش هست که امکان 90% وجود داره که در طفل از هم انتقال پیدا بکنن. خب راه های دیگه از طریق تماس های جنسی هستن که کسایی که باعث چه هم جنس باز هستن یا چه باعث با جنس مخالف خود ارتباط جنسی برقرار میکنن، از این طریق هم میتونن انتقال پیدا بکنن. و از طریق بزاق دهن هستن که از این طریق هم میتونن انتقال پیدا بکنن. یا در کل میگیم که از طریق در شفاخانه ها از طریق پیوند های اعضا، مثلا کسی که کلیه خود را یکی دیگه اهدا میکنه یا کبد خود یا در کل قلب خود، برای اینا امکانش هست که کسی اگر دچار هپاتیت باشه با اونم انتقال پیدا میکنه. و در شفاخانه ها از طریق وسایل های جراحی که برای یک فرد هپاتیتی که هپاتیت داره یا زردی سیاه داره، اگر به او استفاده شود باید به امکان دیگهش که اگر او وسایل درست تعقیم نشود، امکانش هست که در فرد دیگه انتقال پیدا بکنه. و در کل اینا هستن که بیشترین راه انتقالش از طریق خون است. محصلین طب یا کسایی که بیشتر با خون سر کار دارن، امکانش هست که اینا زیاد مرض خواهد داشت. بسیار خوب، سپاس. بخاطر وضاحت هرچی بیشتر به بیننده های گرامی خوب است جناب دکتر، در ارتباط به اعراض و علایم و نشانه هایی که مربوط به زردی سیاه میشن بیشتر توضیح بدید. خب این بسیار یک سوال خیلی خوب است. این باید همه باید بفهمن از اعراض و علایمش، چون ما این هپاتیت بی را که داریم به دو شکل بیشتر، که یک شکل حاد است که به صورت آنی و مدت زمان کمی امکانش هست باعث اعراض علائم میشه، و یکی به شکل مزمن ظاهر میکنه. حالا به شکل آنی و حادش اکثرا به شکل بی‌اشتهایی است، به شکل خستگی است، به شکل حتی میتونن زردی پیش از افراد به وجود بیاد و در کل حتی میتونن درد مفصل پیش از اون به وجود بیاد و همینطور درد گلو پیش از اون میتونن امکانش هست به وجود بیاد. و در کل اینا از حتی میتونه درد عضله، چون امکانش هست که کسی که هپاتیت بی رو داشته باشه احساس خستگی بکنه، احساس درد در قسمت عضلاتش بکنه. این بیشتر شکل حادش است. در شکل مزمن که بیشتر سعی میکنه اینه بیشتر میگن، خب بیشترین درگیریش با جگر است، اینه بیشترین تخریب را که جان میکنه روی جگر هستن. خب در کل اینا میتونه باعث سیروز جگر شون که خودش میتونه اعراض علائم میکنه که خاص خودش داشته باشه، چون جگر ما هوش میفهمه که یک از اعضای مهم متابولیک بدن است، اکسلیت از متابولیزم انجام میده. خب دیگهش که میتونه باعث سرطان خود جگر شود که باز میتونه یکی از اعراض علائمی میخواست دیگه باز می در پیدا داشته باشه. در کل اینا دیگه که کسی اگر هپاتیت بی داشته باشه، این باید ترانسپلانت یا مو پیوندی جگر باید شود، چون اکثرا همین کار بهتر نتیجه میده. دقیقاً در شده لابلای صحبتاتون اشاراتی داشتیم با مشکلات بعدی که زردی سیاه ایجاد میکنه. باز هم فهرست‌ها را اشاره بکنیم. در کل اگر بی توجهی صورت بگیرم، ممکن چی مشکلات و چی پیامدهای زردی سیاه به بار بیاره؟ خب در کل اگر قبل از اینکه این سوال شما رو پاسخ بدم، این است که باید پیش از اینکه بالاخره ما شما در این دچار شویم، باید خود وقایع کنیم. حالا وقایعش میتونه از تماس های جنسی که هستن،
اونا باید از طریق کاندوم یا از هر طریقی که بالاخره می میزان انتقال مسئول باشه، یک راه مسئول ترش انتخاب بکنیم. و اونایی که بیشتر در بانک های خون کار میکنن یا بیشتر در شفاخانه ها هستن، اینا باید وسایل خود تخریب میکنن و همینطور از بامرز کسایی که هیپاتیت دارن، اول اینکه خود زمین افرادی که در اونجا کار میکنن خوب باید واکسین شده باشه. این اصلی ترین راهیه است که باید واکسین شده باشه. خب در غیر از اون میتونن از طریق دیسکاش اینا خود محافظه بکنن، حتی میتونن پیشبند بپوشن یا ماسک بپوشن. یعنی در کل این راهش است که باید خود جلوگیری بکنن. خب بعدش میگیم به اینکه آرا پیامدهای خیلی مهلک داره که اجدا هیپاتیت مزمنش که به شکل وقتی خیلی پیشرفته شود همونطور که گفتیم میتونه باعث سرطان جگر و سیروز شود که بسیار یک عواقب خطرناک داره. دفعه به عنوان جنبندی بحث ما در این برنامه میشه بیشتر روی تداوی از این معضل یا روی تداوی زلدیس یا اشاراتی داشته باشید که واقعا چی راهای تداوی وجود داره که در کل بنده های عزیز متوجه مسئله باشند و در خصوص تداوی دقیق باشند و دقت بیشتر به خرج بدهند. خب همینطور که از نام از پیداست این وایرس است، یعنی ما وایرس را بیشتر تداوی قطعی نداره که رفته اون وایرس را از بین ببرن، بیشتر تداوی های یعنی که اعراض علائمش ایجاد میکنه بیشتر مور کنترل میکنه. یعنی بیشتر تداوی ما محافظه کارانه هست و یک حالت محافظه شده. خب داروهایی که یک داروها مثلا از قبل انتاکاوی میگن و از قبل انترفیرون میگن، انترفیرون گاما، اینا هم هستن، اینا هم اصلیتش تا 80 تا 90 درصد اینا هستن، اما اصلی ترین راهشی هست که ما باید خود وقایع بکنیم، وقایع بهترین راست. سپاس از حضور شما جناب دکتر سید حسین امیر استاد دانشگاه. بخیر باشید. سلامت باشید. سپاسگزاریم همچنان از حضور شما عزیزان بیننده تلویزیون اینترنتی آشیانه. تا برنامه بعدی خداحافظ و یار نگهدارتان.